أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه. السلام علیکم جمیعا و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله احمده و استعینه و استغفره و استهدیه و اومن به ولا اکفره و اعادی من یکفره و اشهد و لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله ارسله بالهدى و النور و الموعظه على فترة من الرسل وقلة من العلم ودنو من الساعة وقرب من الأجل من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى وفرد وضل ضلالا بعيدا أوصيكم بتقوى الله فإنه خير ما أوصى به المسلم المسلم أن يحضه على الآخرة وأن يأمره بتقوى الله. خداوند علی اعلا را بر توفیق حضور در مراسم نماز جمعه سپاسگزاری می کنم. خودم که از همه بیشتر نیازمندم، همه شرکت کنندگان خواهران و برادران را بر رعایت تقوا پروا پیشه کردن سفارش می کنم. امیر بیان، سردار سخن، امام سفید رویان علیه افضل و صلوات المسلین فرمودن هر که تقوا پیشه کند باران بند آمده کرامت دوباره بر او فرو ریزد. من اخذ بالتقوى هطلت علیه کرا علیه الکرامه بعد قهوتها. رحمت گریخته به سوی او باز گردد و تهدبت علیه الرحمه. کسی که تقوا پیشه کند چشمه فروکش کرده نعمتها دیگر باره برایش جوشان شود و تفجرت علیه النعم بعد نزوجها. امیدوار هستیم که هممان به این سفارش خداوند پیامبر ائمه معصومین علیهم صلوات الله اجمعین توجه و دقت کنیم. خطبه اول بحث کوتاهی درباره قرآن و اینکه ائمه معصومین علیهم السلام همون قرآن ناطقن و اون قوام و استحکامی که در هدایت قرآن هست در زندگی ائمه معصومین علیهم السلام دیده می شود و جلوه می کند. به مناسبت نزدیک شدن و ماه عزا و مصیبت، ماه بیداری و ماه وحدت و همدلی، ماه محرم، این بحث کوتاه را در خطبه اول مطرح می کنیم. خطبه دوم بیشتر مسائل اجتماعی مربوط به کشورمان، مخصوصا مسائل عزاداری، وظایفمان،
و بایدها و نبایدهایی را که لازم است در عزاداری از جهات مختلف توجه کنیم به اونها میپردازیم. مسئله اول و بحث خطبه اول، یکی از عبارات کثیر الاستعمال در قرآن عظیم الشان خود همین کلمه قرآن است. خداوند میفرماید پیامبر، ما به تو هفت دوباره دادیم. سوره مبارکه هم فاتحه الکتاب هفت تا آیه داره. ولقد آتیناک سبعا من المثانی. اون چی که مسلم است، تنها آیاتی که دو بار بر پیامبر نازل شده سوره مبارکه فاتحه الکتاب است. خداوند در سوره مبارکه هجر آیه 87 این قضیه را یادآور شده، ولقد آتیناک، ما به تو دادیم، سبعا من المثانی، هفت را که دو بار نازل شده، والقرآن العظیم، قرآن بزرگ. خود خدا قرآن را در قرآن به عظمت و بزرگی یاد کرده و معرفی کرده. این قرآن که بزرگ است، هدفش برنامهش اینه که مردم ایره بفهمن و به مفاهیمش توجه کنن و با عمل کردن به دستورات و به هدایاتش زندگی مورد قبول خداوند و قرآن و زندگی که پایانش سعادت است را در عمل پیاده کنند. این هدف قرآن است. لذا فرمود ولقد یسرنا القرآن للذکر، ما قرآن را برای پند آموزی آسان کردیم. عسر یعنی سختی، یسر یعنی آسانی. ولقد یسرنا القرآن للذکر، ما قرآن را برای پند آموزی آسان کردیم. اونتا بعضی چیزا آسانه، مردم سراغ آسان نمیرن. فهل من مدکر، یک سوالی است، آیا کسی هست که دنبال این پند آسان و سعادت بخش حرکت کند؟ خیلی ها متاسفانه مسیرهای سخت را میرن. حالا کسانی که میخواهن از راه ظلم، دروغ، تعدی زندگیشان را تأمین کنن، اینها زندگی سختی را دنبال میکنن، یا اونهایی که از طریق صداقت و نظم و امنیت، مسلم راه دوم راه بهتر و آسانتری است. منتهی انسان ها متوجه نمی شوند. بگذاریم. پس هدف قرآن و عظمت قرآن در این است که ما قرآن را دقت کنیم، از قرآن پند بگیریم و زندگی ما رو بسازیم. چگونه؟ یکی از دستورات قرآن که قبل از خطبام عزیز ما اشاره کردن این است که گاهی جامعه در فرا سوی تشتت و اختلاف و زدیت و تقابل قرار می گیرن. این پیشبینی شد و پیامبرم گفته شد که گاهی این شرایط پیش می آید برای امت شما. تعبیر این لما قیل له امت کست تفتن، و پیامبر گفته شد که امت تو در یک شرایط گرفتار فتنه می شود. فتنه یعنی زمینه آسیب، زمینه اختلاف، زمینه دوری، دشمنی در جامعه فراهم می شود. در این شرایط فتنه مردم چیکار کنن؟ فسئل ما المخرج، از پیغمبر سوال شد که مردم چگونه از فتنه ها خودشان بیرون کنن، راه بیرون رفت از فتنه چیست. پیغمبر فرمود کتاب الله العزیز، برن سراغ کتاب قرآن که شکست ناپذیر است. قرآن نه باطل از جلو
در او را داره و نه از پشت سر. حالا با این رای حل و با این راهنمایی که پیغمبر فرمودن، ما چگونه از این فتنه هایی که الان در کشور خودمان، گاهی در محیط های زندگیمان، در جوامع انسانی مخصوصا اسلامی میبینیم بریم بیرون؟ به حمد الله و المنه شرایط خوب و مناسب قابل استفاده و بهره گرفتن در کشور موجود است، مخصوصا این عزاداری هایی که به لطف خداوند و به عنایت حضرات معصومین و پشتکار و تلاش و مقاومت شما مردم در صحنه به وجود آمده، من معتقدم یکی از بهترین فرصت ها فراهم شده برای که ما خودمان، مردممان، همه مسلمان ها را به این راه و مسیر هدایت آشنا کنیم، خودمان برنامه ریزی کنیم، بفهمیم، به محتوای برنامه ها دقت کنیم تا راه حل و راه بیرون رفت از وضعیت موجود بتوانیم بشناسیم. یکی از دستورات قرآن، خب دوستان میدونن قرآن وقتی نسخه داره نسخه‌هاش خیلی عمیقه. شما میدونین یک پزشک متخصصی که میخواهد یک درمان اساسی بکنه، او خب حتما آزمایش میگیره، خلاصه چک میکنه، بعد دستورات دقیق و عمیقی را برای بهبود مرض و سلامتی مریض به کار میگیره. قرآن نسخه‌هاش خیلی حساب شده و دقیق است. یکی از حرفای قرآن اینه، دقت کنین، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. این آیه در سوره مبارکه اسراء است. قرآن بر راه استوار و شکست ناپذیر مردم هدایت میکنه. ان هذا القرآن، همین قرآن یهدی، هدایت میکنه، للتی هی اقوام، قوی ترین، بی آسیب ترین راه، راهی است که قرآن هدایت میکنه. خب سوال، اگر قرآن اینطوری معرفی کرده، ما مسلمان ها هممون که طرفدار قرآنیم، آیا در جامعه اسلامی غیر از قرآن کتاب دیگری اینقدر حرمت داره؟ نداره. پس چرا الان اختلاف داریم؟ چرا مشکلات اقتصادی داریم؟ چرا گرفتار فقریم؟ چرا کشورهای غیر اسلامی اینقدر بر ما حکومت میکنن؟ ما را تحریم میکنن، در سیاست هاشان منافع خودشان همیشه در درجه اولا قرار میدن. خب این مشکل از کجا شروع شده؟ آیا ما معادن نداریم؟ آیا ما آب نداریم؟ ما اراضی نداریم؟ خب همه چیز در اختیار خودمونه. این همه ثروت، این همه نیروی انسانی، این همه منابع غنی، اقلیم مختلف، شما در افغانستان ببینید یک گوشش زمستان بهترین میوه ها را داره، یک گوشه دیگرش خلاصه در یک فصل دیگری. کشورهای اسلامی اقلیم متعدد، این همه منابع غنی که در کشور وجود داره، چرا ما این همه مشکلات داریم؟ قرآن وقتی بحث هدایت به بهترین راه را مطرح میکنه، مردم باید تلاش کنن برن این راه را پیدا بکنن. ما ممکنه ثروت داشته باشیم، راه استخراجش بلد نباشیم. ما نیروی انسانی فعال داریم، هم بلد نیستیم چطوری مدیریت کنیم. ما عوضی که مثلا در کشورمان با تعصب مبارزه کنیم، ممکنه بعضی وقتا تعصب دامن بزنیم و مردم نفهمن، فکر کنن این به نفع مردم است. حالا من برای که این بحث به مناسبت محرم به ذهنم رسید، دو سه تا فراز عرض میکنم. همین آیه که در سوره مبارکه
اسراء است، امام چهارم علی ابن الحسین علیه افضل و صلوات المسلین حضرت سجاد این آیه را وقتی تلاوت کردن فرمودن ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، قرآن مردم هدایت میکنه و بهترین استوارترین را فرمود یهدی الال امام، قرآن مردم به امام راهنمایی میکنه. پس مردم زمان بهترین راه را انتخاب میکنن، از بهترین راه میرن که امام بشناسن. امام هم کسی است که خدا معرفیش کرده. آقایان نمازگزارای عزیز، ما در بحث امامت یه عقیده را داریم که امام را خدا معرفی کرده و حقیقت هم همینه. درسته بعد از پیامبر ما دیگه کسی نداریم، عقیده ما همین است که وحی بر او نازل بشه، وحی تمام شد. اما ائمه معصومین خداوند معرفی کرده. چی وجود نازنین امیرالمومنین و چی آخرین حجت خدا مولای ما صاحب الزمان. حضرت فرمود که این یهدی للتی هی اقوم، این هدایت به سمت امام. بعد فرمودن و ذالک قول الله عز و جل ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، این قرآن هدایت میکنه انسان ها را به سوی بهترین و استوارترین را. امام باقر علیه الصلاه و السلام این عبارت را که عرض کردم از حضرت سجاد بود صلوات الله علیه. حضرت باقر علیه الصلاه و السلام وقتی اون آیه معروف خواندن ولا تتفرقوا واعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا، آیه 103 سوره مبارکه آل عمران، فرمودن ان الله تبارک و تعالی، خدا فهمید علم انه سیفترقون بعد نبیهم، خدا میفهمید مردم بعد از پیغمبر اختلاف میکنن. فنها و من التفرق، خداوند اینا را از تفرقه نهی کرد. کما نها من کان قبلهم، همونطوری که انبیای گذشته پیروانشان از تفرقه بعد از خودشان نهی کردن. فامرهم ان یجمعوا، اینه که عرض کردم ما در آستانه محرم، محرم یک وظیفه کلان داره و یک ظرفیت بالا داره. فرمود که فامرهم ان یجمع یجتمعوا، خداوند مردم را امر کرد چیکار بکنن؟ اجتماع کنن علا ولایت آل محمد. ولایت پیامبر و آل پیامبر این مردم بپذیرن. من معتقدم اگر درست قضایا توضیح داده بشه، روشنگری بشه که محرم بهترین فرصت است، همه مسلمان ها یقیناً این مسیر قبول دارن و دارن دنبال میکنن. حالا یک عده رسیدن، یک عده هنوز در مسیرن. خدا دستورش امینه و رای علم امینه. مگه میشه یک کسی امام حسین بشناسه؟ کیست؟ دنبال امام حسین علیه السلام نره؟ به او عشق نورزه؟ به او ارادت پیدا نکنن؟ بعضی ها شاید فکر کنن که محرم مخصوص یک طیفیست. اشتباه است. همونطوری که قرآن مال همه است، سید و شهدا مال همه است. تفاوتش اینه که قرآن عباراتش تا نخوانی، تا تفسیر نکنی، تا توضیح ندی قابل فهم نیست. اما حرکت ابی عبدالله یک حرکتی است تفسیر شده. شما کافی است که حادثه روز عاشورا را، اصلا ورود امام حسین علیه السلام در دوم محرم، مثلا روز یکشنبه که دوم میشه در سال 61،
این ورود و این ادامه، این روزهایی که حضرت از دوم محرم تا روز دهم محرم در کربلا بود، این قشنگ به مردم، به مسلمان ها، به بشریت تفهیم کنیم چی اتفاقات افتاد، چگونه آقا اونجا حضور پیدا کرد، در اون 8 روز چی اتفاقاتی افتاد، صحبت های آقای امام حسین، برنامه حضرت، صحبت با دشمن، موضع گیری ها، همه اینا اگر روشن بشه قضایا خیلی برای بشریت روشن میشه. قرآن میفرماید ما انسان ها را به بهترین راه معرفی میکنیم، هدایت میکنیم. راهش اینه که ما مسیر این هدایت مستحکم را پیدا کنیم و اون شناخت امام است. لذا در قرآن یه بحث مطرح است، اینم عرض کنم خطبه اول طولانی نشه، ما با اختلاف مخالفیم، خدا با اختلاف مخالفه، اما اختلاف دو رقمه، اختلاف قبل از آگاهی، اختلاف بعد از آگاهی، به تعبیر دیگر اختلاف مقدس و نامقدس. یک اختلاف، اختلاف نامقدس است و اون اختلاف است که همه ما میفهمیم تحقیق شده بازم اختلاف میکنیم، این اختلاف بده. اما یک اختلاف، اختلاف مقدس است، این خود قرآن هم تأیید میکنه، اون اختلاف است که هنوز ما به حق نرسیدیم. نگاه کنین آیه اینه، ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا، نباشین مثل کسایی که اختلاف کردن و تفرقه کردن، من بعد ما جاءهم العلم، بعد از اونی که علم آمد اختلاف کردن، قبل از علم، قبل از رسیدن به حق اختلاف اشکال نداره، برای که اون اختلاف ما را به حق میرسانه. ما برنامه و دستور کاری را که در محرم باید رعایت کنیم این است که این اختلاف هایی را که برخواسته از جهل است اینها را مدیریت کنیم. ما با منابری که می رویم، با عزاداری که برگزار می کنیم، با گفتمانی که مطرح می کنیم، می خواهیم اون حقیقت را به همه دنیا معرفی بکنیم. و یقینا این همه سفارش، این همه ثواب، این همه عنایاتی که در عزاداری آقای امام حسین علیه السلام هست، هدفش امینه. چرا؟ حالا عرض میکنم، چون هدف ابی عبدالله مبارزه با جهل بود. در دعا امام صادق علیه السلام میفرماید و بذل موجته فیک، حسین خونش را در راه تو نثار کرد تا بندگان تو را از سرگردانی نجات بدهد. دوستان من، عزاداران عزیز، متوجه رسالت سنگین من باشید. این حرکت، حرکت نجات است، این حرکت، حرکت سعادت است، حرکت هدایت است. اصحاب ابی عبدالله نقششون را ایفا کردند که به اون عظمت رسیدن که وجود نازنین آقا و مولامان وقتی به زیارت اونها مشرف می شود، در قبال هر یکی اونها چنان اظهار ارادت و اخلاص می کنه که انسان عارف وقتی می فهمه متحول می شود، گاهی تعبیر میکنه جانم به فدای شما. اونها وظیفشون رو انجام دادن، منتها ما امروز در ادامه کار، در دوران غیبت، در قبال این حرکت باید هدفمندانه و هوشیارانه حرکت کنیم و همین مسیر است که دنیا را با آخرین فرزندش آشنا میکند. مسیر غدیر، مسیر عاشورا، پایانش سعادت و در واقع
کمال علم و دانش و هوشیاری بشریت است و اون نقطه ایست که دنیا متوجه آخرین پاسدار این رسالت شود. منبرها باید آکنده از اخلاص، از این هدفمندی و از این بیدارگری، عزاداری ها، سینه زنی ها، حضور مخلصانه در این مسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلى الله عليه وسلم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى علی امیر المؤمنین وعلى الصدیقة الطاهرة وعلى الحسن والحسین وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الحجت الخلف الصالح. ائمه المؤمنین. بار دیگر خودم و همه عزیزان را به رعایت تقوا پروا پیشه کردن سفارش میکنم. اولین نکته ای را که در خطبه دوم عرض می کنم بر اساس وظیفه و رسالت نماز جمعه در جریان هستین و لازم است هممان متوجه باشیم، در روز سه شنبه چهارم همین برج جاری که امروز هفتمین روز برج است، نشست در تاشکند پایتخت ازبکستان آغاز شد. در این نشست بیش از 20 کشور و سازمان بین المللی حضور پیدا کردند و از جانب افغانستان هم از جانب امارت اسلامی هیئتی حضور پیدا کرد. محتوا و در واقع هدف این نشست اونطوری که گفته شده روی دست گرفتن اقدامات و پیشنهادات است برای رویکرد جامعه جهانی برای ارتقاء امنیت، بهتر شدن امنیت و در واقع بازسازی افغانستان پس از جنگ. ما از این خبر و از این هدفی که در این نشست است هم خوشحالیم و هم استقبال میکنیم. انتظارمان از هیئت اعزامی، انتظارمان از مسئولین امارت اسلامی این است که با درایت، جامعه نگری، وضعیت پیچیده و در واقع وضعیت سخت را که به وجود آمده، مسائل کار، مسائل بازسازی، مسائل اقتصادی، این وضعیت را مدیریت کنند. جامعه ما شایسته است که به زندگی بهتر، به زندگی بازتر در بخش‌های مختلف، بخش آموزش، بخش بهداشت، بخش کار، روابط با دنیا دسترسی پیدا کنند. ما همیشه در مسیر توافق و تعامل و در واقع
داد و ستدهای که لازمه وسعت و پیشرفته است گام باید برداریم. از هر حرکت که به نفع تمام اقشار جامعه باشه حمایت میکنیم و پشتبانی میکنیم و شایسته هم همین است. باید یک راهکاری به وجود بیایه که این زخمها و این جراحتها ترمیم شود و انشالله مداوا شود. مسئله دوم مسئله محرم است که الحمدلله همه شما عزیزان اعلان آمادگی کردین، سراسر کشور به حمد الله و المنه آماده هستن برای استفاده از محرم. یکی از موضوعاتی را که لازم میدانم اینجا بازتر مطرح کنم، خیلی ها نگرانم که آقا امسال محرم چطوری میشه. شما شاهدین سال گذشته محرم چطوری شد. من اینجا در نماز جمعه دارم صحبت میکنم، ششم محرم اماراتی ها شهر مزار شریف در واقع تسخیر کردن یا مسلط شدن. ما اون نگرانی هایی را که در روزهای اول محرم داشتیم بعد از آمدن امارت اسلامی اون حد نگرانی نبود. اینه شما حاضرین، مبالغه هم نیست، یک واقعیت. محرم پارسال در نیمه دوم محرم تحول سنگینی آمد، اما جلسات هیچ مشکلی نداشت. ما تشکر میکنیم از مسئولین امارت اسلامی، مخصوصا نیروهای امنیتی و موظف در ولایت بلخ، آقای آصف وزیری سخنگوی پلیس بلخ دیروز پنجشنبه صحبت را مطرح کردند، گفتند که تمام نیروهای امنیتی ما برای تأمین امنیت تکیه خانه ها و مساجد آماده هستند و عزاداران با اطمینان مراسمشان را برگزار کنند. بعضی از مطالبی که گفته میشه اینا واقعیت نداره؟ بله، مردم موظفن، عزاداران موظفن، تکیه‌داران موظفن اطلاع رسانی کنن، ارتباط برقرار باشه، مسائل امنیتی را به شدت رصد کنن. ما روز چهارشنبه در همین مصلا از 9 ولایت افغانستان در سمت شمال مهمان دعوت کردیم، مراسم عاشورا را در قالب یک مشورت و محرم در یک مشورت با هم دیگه تصمیم گیری کردیم. یک منشوری را در 3 بخش، هم مربوط به علما و وعاظ، هم به تکیه داران و اهالی و هم مسئولیت رسانه ها را در اون بخش و همینطور مسئولیت دوستان امنیتی را اونجا مطرح کردیم. حالا هم همه مردم انشالله آمادگی داشته باشن برای عزاداری. عزاداری مخصوص یک مذهب نیست. ما معتقدیم امسال محرم جلوه های بهتری خواهد داشت، امسال عاشورا مجللتر و سنگینتر و هدفمندتر بیان و انشالله برگزار خواهد شد. این بحث محرم است، حتما به مسائل امنیتی و موضوعاتی که مطرح می شود در منابر باید توجه کرد، ولیکن جای نگرانی نیست. ما به این اساس انشالله برنامه های محرم آغاز خواهیم کرد. مسئله آخر که از موضوعات اجتماعی است، قبل از اونی که خیلی از والیان به خانه هاشان بیاین بعد از سفر حج که حاجی های عزیز برگشتن، تعداد از والیان خدمت شما عرض بشه که جناب ملا هیبت الله آخونزاده رهبر امارت اسلامی دعوت کردن به شهر قندهار، اونجا موضوعات را مطرح کردن و اینم خودش یک ابتکاری است و یک
راه حلی است که خوب است بزرگان و زعما از نیروهاشان مدیریت کنند و اونها را مورد تذکر و در واقع نصیحت با راهکارها قرار بدهند. در صحبتهایی که اونجا شده نکات مثبتی است، ما این نکات مثبت را مطرح میکنیم، تأکید میکنیم و حمایت میکنیم. یکی از حرفای ایشان این است که به همه والیا دستور دادن مسائل تعصب و کنار بزنن. این شعار قرآن است، این شعار پیامبر است، شعار آزادگان هم همین است. تعصب یک نوع دشمنی ایجاد کردن است. کسی فکر نکنه، قوم فکر نکنه، منطقه‌ای فکر نکنه اگر به نفع اونا تعصب شد اونا فایده کردن. تعصب به نفع به ضرر است، چون پیغمبر فرمود من تعصب او تو عصب، کسی خودش دنبال تعصب باشه یا دیگرا به نفع او به تعصب حرف بزنن شعار بدن، فرمود تناب اسلام و ایمان از گردنش باز شده. ما امیدواریم که مسئله تعصب در افغانستان انشالله ریشکن شود. در عمل ببینیم پیاده شود. نمیشه ثروت مال یک قوم باشه، جاده آسفالت مال یک منطقه باشه، آب و برق و رفاه مال یک گروه باشه، در ادارات یک عده حضور داشته باشن. اینها تعصبه. هر دولتی، هر حاکمیت این گونه عمل بکنه تعصبه. ما از اینی که در نشست ها و مسئولین این تذکرها داده میشه خوشحال هستیم. یکی از مسئولین امارت اسلامی که در جلسه با هم صحبت میکردیم میگفت که من به دوستان گفتم در نشست ها ما هرچی میریم به بزرگان و مسئولین میرسیم میبینیم خیلی الحمدلله ظرفیتاشان بالاست، اما هرچی میاییم به سطوح پایین تر میبینیم خیلی مشکلات است، مسائل فساد است، حق‌کشی هاست. و ایشان گفت که برخلاف دوره گذشته که رده های بالا مشکلاتشان بیشتر بود، ما امیدواریم که این تصفیه و این شعار و این پالیسی سراسری باشه، از صفر تا صد، از اوج تا فرود، همه جا انشالله این قضیه دنبال بشه. یقینا این سیاست های شایسته که در قالب این شعارهای اسلامی بیان می شود حلال مشکلات افغانستان خواهد بود. نکته دومی را که در صحبت ها گفته شده مبارزه با فقر است، مبارزه با تکدی است. گفته شده که به نیازمندان رسیدگی شود، دامن فرهنگ گدایگری و تکدی از کشور برچیده شود. انصافا این حرف حرف دقیقی است. امروز ما شاهد خیلی از صحنه‌های دلخراش در کشوری، تعداد زیادی از خانواده ها گرفتار این وضعیتن. این راه حلش توسعه اقتصاد است، مبارزه با این اختلاف طبقاتی است که کمر کشور ما را شکسته. بعضیا در اوج نعمت و ثروت در این کشور هنوز هم زندگی میکنن، اما تعدادی زیادی از مردم گرفتار فقرن. عدالت اجتماعی حلال این مشکلات است. ما امیدواریم که این فضا به وجود بیاید. و آخرین بحثی را که در خطبه دوم مطرح میکنم مسئله محرم و عزاداری است. الحمدلله علما از نقاط مختلف در مراکز و تکایا و مساجد حضور پیدا کردن، هم از حوزه های علمیه، از مشهد، از قم، از نجف، که علمای ما در طول تاریخ در این حوزه ها مشغول تحصیل بودن و هستن. الحمدلله
ایام محرم مراجعت کردن، از حضورشان استقبال میکنیم. حوزه های علمیه افغانستان با تعطیل کردن حوزه ها و مراکز و حسینیه ها و مجالس انشاءالله حضور پیدا میکنن. قاطبه ملت الحمدلله آمادگی دارن، رسانه ها آمادگی دارن. من تشکر میکنم از رسانه ها که واقعا با خلوص و با احساس مراسم محرم و عزاداری ها را دارن دنبال میکنن و پوشش میدهن. جامعه و مردم هم انشاءالله آمادگی کامل داشته باشن برای برگزاری محرم و عاشورا. عزیزان من، این فرصت استثنایی است، همونطوری که شب قدر یک فرصت است، همونطوری که ایام حج یک فرصت است، همونطوری که نیمه شعبان یک فرصت است، محرم یک فرصت استثنایی است، یک فرصت به تمام معنا استثنایی. شما کجا یک چنین فرصتی پیدا میکنید که کشور همه بشه محل آموزش؟ چقدر منبری الحمدلله منبر میده. ما در جلسه پریروز از 26 ولایت در کل افغانستان مهمان، البته 34 ولایت است، منتها اونایی که تشریف آورده بودن، هر ولایتی صدها مبلغ مسئولیت به عهده گرفتن. شما در شهر مزار از امشب شاهد صدها مجلسین. این مجالس حرف خدا را مطرح میکنن، حرف پیامبر را مطرح میکنن، وحدت را مطرح میکنن، بیداری را مطرح میکنن. و جالبه که در این کلاس ها همه شرکت میکنن، از اون دانشمند، پزشک، روحانی بگیر تا یک آدم عادی و کارگر، هم زن هم مرد. این جنبه های آموزشی بالا داره، جنبه های عاطفی استثنایی داره. و همین قدر به شما عزیزان عرض بکنم، دلها را به هم نزدیک میکنم، احساسات را به هم دیگه نزدیک میکنم. و این رسالت کلان خداوند خلاصه توفیقش به ما داده. در روایت داریم روز ولادت آقای امام حسین علیه السلام، پیامبر قنداقه روی دست مبارکش بود، اشک می‌ریخت. آقایان علما هستن، پیامبر بعض وقتا رازهای ویژه‌ای را به حضرت زهرا می‌گفتن، معروف به مسره، یعنی صحبت‌های سری. قنداقه ابی عبدالله روی دست آقا رسول الله، پیغمبر داره گریه میکنه. بی بی دو عالم زهرای مرضی متوجه گریه پدر شد. سوال کرد بابا چه اتفاق افتاده؟ روز ولادت فرزندم حسین است، شما چرا گریه میکنید؟ پیغمبر اینجا ما معتقدیم به دستور خداوند تصمیم گرفت این راز را به زهرا آشکار کنه. این راز را بیان میکنه. حضرت زهرا سوال کرد آیا فرزندم عیبی دارد؟ پیامبر فرمود که خیر. سوال کرد پدر جان پس چرا گریه میکنید؟ پیغمبر تسلیم گرفت از شهادت ابی عبدالله زهرا را آگاه کنه. فرمود دخترم، علت گریه هم این است که ای فرزند عزیزم، این دردانه هستی به شهادت میرسد. حالا این به معنای اجبار نیست، اینی که آقا رسول الله از شهادت امام حسین خبر میدهد، این اجبار در کار نیست. بحثاش انشاءالله علما مطرح میکنن، شما اهل معرفت هم میدانین. بعد سوال حضرت زهرا این بود بابا وقتی حسینم به شهادت میرسد آیا شما هستین؟ فرمود نه. سوال کرد وقت فرزندم به شهادت میرسد پدرش امیرالمومنین هست؟ آقا رسول الله فرمود خیر. فرمود انگام شهادت عزیزم حسین من هستم؟ فرمود نه. چی نعمت خدا نصیبتان کرده مردم.
عرض کرد پدر جان چی کسی بر حسینم عزاداری میکنه؟ و برای او مجلس عزا برپا میکند. پیامبر فرمود فاطمه جان زنان از امت من بر زنان از اهل بیت عزاداری میکنند، مردان از امت من بر مردان از اهل بیتم عزاداری میکنند. فرمود هر سال طائفه بعد از طائفه عزای حسینم را تازه میکنند، عشق میریزند، تعظیم میکنند، خوشا به حال کسی که این توفیق نصیبش میشود و هر شکلی عزادار امام حسین علیه السلام است. خوشا بر اون چشم که توفیق گریه بر ابی عبدالله پیدا میکنند. بزار محترم، خیلی از اهل معرفت یک ماه 40 روز قبل از محرم خودشان رو آماده میکردن، چشماشان رو کنترل میکردن، میگفتن لیاقت گریه بر حسین پیدا بکنن، دستاشان از گناه و از ملاقات با مراکز معصیت کنترل میکردن تا توفیق خدمت به آستان ابی عبدالله نصیبشان بشه. خدایا ما را قدردان این نعمت بیش از بیش قرار بده. توفیق عزاداری، توفیق خدمت، توفیق اخلاص به این آستان بیش از بیش نصیب و روزی ما بگردان. همه ملت ما را خدایا، حکومت و مردم ما را توفیق آشنا شدن و خدمت کردن و تعظیم در این برنامه عظیم عنایت بفرما. همه خدمتگزاران، همه دلسوزان خدایا به توفیقاتشان بیفزا. مراجع عظام تقلید علمای خدوم اهل خیر به توفیقاتشان بیفزا. دلهای ما دارا در محور قرآن، در محور اهل بیت بیش از پیش به هم دیگر نزدیک و مهربان بگردان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا.